لحظه ای را تصور کن که لخت و آریان در میدان محشر با دلی پریشان و عقلی سرگردان ایستاده اید، در حالی که آتش دوزخ از شدت خشم و کینه بر گناهکاران می‌غرد و شعله می‌پراکند و پروردگار عرش با خشم می‌گوید: ای بنده، نامه اعمالت را به آرامی بخوان و نگاه کن که آیا چیزی جز آنچه که انجام داده ای در آن می‌یابی؟ پس از آن که نامه اعمال را خواندی و بدان اعتراف نمودی، الله عظیم الشأن ندا سر می‌دهد: ای فرشتگان، بندگان گناهکار را به میان آتش تشنه سرازیر نمایید. پس مشرکان در آتش سوزان سوخته می‌شوند و مؤمنان در بهشت جای می‌گزینند. ای برادر و خواهر مسلمان، اندکی آن صحنه را تصور کن، صحنه‌ای که نامه‌های اعمال تقسیم می‌شوند، ترازوهای عدل الهی نصب می‌گردند و تو را در برابر دیدگان تمام انسان‌ها فرا می‌خوانند. فلانی فرزند فلان کجاست؟ لحظه‌ای که ندا دهنده تو را فرا می‌خواند، قلبت از این ندا به لرزه در می‌آید. آنگاه که اطمینان پیدا می‌کنی که منظور ندا دهنده تو هستی، شانه‌هایت از ترس به لرزه در می‌آیند، اعضای بدنت تکان می‌خورند، رنگ چهره‌ات دگرگون می‌شود، گویی قلبت می‌خواهد پرواز کند. برای حضور در پیشگاه پروردگار از میان صف‌ها می‌گذری، تمام آفریدگان به تو نگاه می‌کنند و تو در پیشاپیش آنان هستی. چون می‌دانی به کجا برده می‌شوی، ترس و وحشت وجودت را فرا می‌گیرد. آری ای انسان، لحظه‌ای چنان بیاندیش که در پیشگاه پروردگارت هستی، نامه اعمالت را در دست داری، هیچ نهان آشکاری را رها نکرده و تمام اسرارت را آشکار نموده است. آن را با زبانی خسته و گنگ و قلبی شکسته می‌خوانی. احساس خطر و وحشت تو را فرا گرفته است. چه بسیار گناهانی که تو آنها را فراموش کرده ای اما امروز به یاد می آوری. چه بدی هایی که پنهان کردی اما نامه اعمالت آنها را هویدا می سازند. بسیاری از اعمال هستند که گمان می کردی مایه سلامتی و نجات تو هستند، اما در آن ایستگاه عظیم آن اعمال هیچ شدند. پس وای از آن پشیمانی و وای بر افسوسی که به خاطر کوتاهی در اطاعت پروردگار با آن روبرو خواهی شد.